بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طلعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. مناجات از سجاد سلام الله علیه را می خوندیم. جلسه گذشته رسیدیم به مناجات عارفین. با این جمله شروع میشه: الهی عجز فی الالسن عن بلوغ ثنایک. عرض کردیم که این معنا در آیات و روایات و مضامین زیادی از ادعیه و مناجات ها آمده، به صورت های مختلف، بعضی تصریح هم بعضی تلویح هم، که انسان قدرت نداره که حمد و ثنای الهی اونطور که شایسته اوست به جا بیاره. یک کلامی فریقین شیعه و سنی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردند: لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. من نمیتونم ثنای تو را شماره کنم، تو آنچنان هستی که خود ثنای خود گفتی. یا در نهض النهج البلاغه اون خطبه معروف: الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون. گویندگان نمیتوانند مدح الهی را بیان کنند، برسند به. و همینطور مضامین که نمیتونن عبادت خدا را اونطور که شایسته است و حق عبادت است به جا بیارن: ما عبدناک حق عبادتک، و همینطور ما عرفناک حق معرفتک. این مضامین تقریبا میشه گفت تواتر اجمالی داریم. خب حالا در مقابل این مطالبی که در روایات به طور تواتر هم اینطور که عرض کردم آمده، خب ما باید چیکار بکنیم؟ بعضی هم از بعدان اهل سنت، هم بعضی از گروه های شیعه گفتن ما اصلا درباره خدا حق نداریم چی بگیم، فقط حق داریم اون چی در خود قرآن آمده بیان کنیم، اونم از اون جهتی که در قرآن آمده. و در واقع مفهوم اینا هم را درست نمی فهمیم. یعنی چی؟ خدا خودش می دونه چه معنای اینا چی هست، فقط به ما اجازه داده اینا رو بخونیم. ولی حق نداریم بگیم خدا دارای فلان صفتی است، یا من خدا را اینجور میشناسم. ما چیزی نمیتونیم درباره خدا بفهمیم. در مقابلش هم یک گروه دیگری درست نقطه مقابل گفتن نه، همین چیزایی که در قرآن اومده معناش همون معنایی است که ما در مکالمات خودمون میفهمیم، هیچ معنای دیگه نداره. حتی اونجا که ید الله آمده، یعنی واقعا خدا هم علی عزب الله مثل ما دست داره.
ولی تسمع علی عینی، واقعا خدا چشم داره میزن. حالا چه جوره، چه اندازه هست، جنسش چیه، اوناشو نمیدونم، اما واقعا مثل ما چشم. این داستان از ابن تیمیه معروفه، نمیدونم اون دفعه نقل کردم یا نه، دیگه میبخشید بر پیر مردان. در مسجد دمشق روی منبر بود و درس میگفت، روایتی را نقل کرد که خدای متعال شبهای جمعه از آسمان نازل میشه و میاد به بندگانش برکت میده. گفت خدا همینطور که من از پله‌های منبر میام پایین، خدا همینطور از آسمان ها میاد پایین. از پله‌ها اومد پایین، گفت خدا همینطور میاد. اینا رو میگن مجسمه، مشبهه و اسمهای از این قبیل. این دو نوع گرایش هست در بین کسانی که به اصطلاح اهل فضل و علم و تحقیق و اینا هستن. حالا آدم های ساده و اینا چیزی بگن خیلی به اصطلاح آدم گیر بهش نمیده، اما کسانی که بخش عظیمی از علمای اهل تسنن شما شیخ الاسلام میدونن، خیلی مقام برش خواهید. عمده وهابیین امروز تابع ابن تیمیه هستن، از ایشون الهام گرفت. در مقابلش هم ظاهریین اهل سنت و اخباریین خودمون، بعضی از کسایی که گرایش اخباری دارن اونا هم همین چیزایی گفتن نقطه مقابلش. حالا واقعا باید چی بگیم؟ ما به عنوان کسانی که عمری را با روایات و آیات و ادله عقلی و اینها ارتباط داشتیم، جواب این سوال چیه که درباره خدا چه معرفتی میتونیم پیدا کنیم؟ چه اندازه از معرفت مقبوله از افراد؟ خب یه چیزایی تقریبا به ارتکاز میدونیم ما که کسانی هستند ضعف فهم دارن، قصور داره در فکرشون، فهمشون، و خدا رو یه جورایی تصور میکنن که واقعیت نداره، ولی خب غیر از اینم نمیتونن ببن. وقتی قرآن میفرماد الله نور السماوات والارض، کسانی هستند در اثر قصور فهم اینا خیال میکنند واقعا یه نوری هست اون بالای آسمان ها روی عرش، اون خداست. شاید گاهی شما برخورده باشید بعضی از این پیر زنای قدیمی و ساده بود، آدم های بله بود، همچه تصوراتی دارن، خیال میکنند خدا یه نوریست اون بالا بالا هاست. اگه یادم گرفته باشن که همچه آیهی در قرآن هست یا خودشون اهل زبان باشن، نه الله نور سمو میگن، بله خدا، خود قرآن هم میگه دیگه، یا الرحمن و علال عرش استوا یا چیزایی دیگه. این غیر از این نمیتونه تصور کنه در باره خود. اگه هست این چیزی، خب بالاخره باید یه چیزی باشه دیگه، لطیفترش، بهترش، شریفترش نوره دیگه. یه نور هم نباشه خب دیگه هیچی نیست. اینجور تصور. خب اینها معذورند، یا در اثر صغر سن هنوز بلوغ عقلی پیدا نکردند، یا قصوری در فهمشون هست. اینها مکلف نیستند که حتما اون مطالب دقیقی که در این بار قابل فهم هست درک بکنیم. این معلوم. اون داستان مثنوی رو همه شنیدیم، البته تو روایات خود ما من ندیدم، ولی داستان جالبی است، داستان آموزنده است. دید موسی یک شبانی را به راه. خب اون اگه میخواست با خدا گفتگو کنه همین بود، میگفت تو کجایی تا شبم من چاکرد، چاروقت دوزم، زنم شانه سرد. اگه میخواست خدا رو عبادت کنه و با خدا درد دل کنه همینا رو بلد.
وقتی هم موسی گفت که اینها نه این درست نیست، اینها کفر، اینا دیگه حرف نزد تا وحی اومد به موسی که چرا بنده ما رو از ما جدا کردیم. خب معنیش اینه بیش از این نمیتونست بفهمی. یه مضمونی در کلام امیرالمومنین صلوات الله علیه هست که حشرات یا مورچه تصور میکنه که خدا هم دو تا شاخک داره، برای اینکه اون میبینه اگر خودش این شاخک را نداشته باشه عاجزه، نمیتونه راه بره، نمیتونه کار بکنه. میگه حتما خدا هم باید داشته باشه ولی اون هم ناقص میمونه. در کلام امیرالمومنین اشاره شده به این مدلی. به هر حال اجمالا انسان هایی هستن که در اثر قصور فهم یک اعتقادات نادرستی درباره خدا دارن و بیش از این نمیتونن بفهم. هرچی هم سر به سرشون میذاره آدم چیزی بگه بدتر میشه، باعث میشه اصلا انکار کنن. میگه خدا جسم نداره، طول نداره، عرض نداره، وزن نداره، اونو پس هیچی نیست، نمیتونه جوری دیگه تصور. خب اینا رو نباید سر به سرشون گذاشت و همون هم خدا ازشون میپذیره و همون اندازه هم که میفهمه و درد دل میکنه و با خدا صحبت میکنه، خدا خیلی را قبول داره. اما ما هم همینجور بگیم، خب ما میفهمیم خدا یه چیزی، یک قوهی به نام عقل به ما داده که در بچه های خردسال یا در افراد بلح و صفی نیست. ما ایسی دیگه داریم، خیلی سا میفهمیم. حقیقت اینه که در طول تاریخ کسانی که معتقد به خدای متعال بودن تلاش هایی کردن که خدا را هرچی بهتر بشناسن، اما چه اندازه این تلاش ها به ثمر رسیده و به واقعیت رسیدن مسلم همه یه جور نیست. بعضی از حکمای سابق شخصیت های عظیمی هستن، من حالا اسم میخوام ببرم و اینا، اونطور که نقل شده ازشون خدا رو به عنوان محرک اول میشناختن. گفتن بس عالم همین عالم ماده ای که بود، اگه خدا نبود هیچ حرکتی در عالم پدید نمی اومد، چیزی جدیدی به وجود نمی اومد، تغییری پیدا نمی شد. حالا بعضی از چیزها هست که در اثر حرکت قبلی به وجود میاد، میشه بگن علت این حرکت حرکت قبلی است، اما بالاخره باید بگیم یک کسی اولین حرکت در عالم به وجود اومد. وقتی خدا میگفتن منظورشون کسی بوده که اولین حرکت رو در عالم به وجود اومد. بعضی دیگه از حکمای اروپایی، از این موحدین، اونایی که خداشناس بودن و اونایی که شکاک بودن یا منکر بودن، نیست، اونا میگفتن عالم مثل یک ساعتی است که خدا باید باشه که این ساعت رو کوک کنه، وقتی کوکش کرد دیگه هیچ کاری به خدا نده، دیگه مثل همینطور خود به خود حرکت خواهد کرد تا بی‌نهایت. این خیلی عجیب نیست. یک آزمایش های فیزیکی کردن که بعضی اجسام هستن در یک فضای صیقلی، در یک بستر صیقلی که حرکت داده میشن، اینا دیگه حرکتشون ادامه پیدا میکنه، احتیاج به ما تحریک جدید نداریم. یه سطح صیقلی منحنی را درست کردن و یک گلوله های فلزی بسیار صیقلی و این رو به حرکت در بودن، این دائما داره همینطور حرکت میکنه، در این سر میره و برمیگرده، احتیاج به که حرکت جدیدی بهش بدن نده. ساعت هایی هست تو موزه های بزرگ دنیا از این سر نمایش میدن هست. حالا در اثر هوایی که باشه، خود این یک عائقی باشه و مانع بشه، گاهی احتیاج بشه حرکتی درش ایجاد بکنن، ولی اگر فضای خالی باشه، خلأ باشه، خلأ نسبی،
این حرکت ادامه پیدا میکنه، هیچ مانعی برای ادامهش به وجود نمیاد. بعضی از این حکمای اروپایی عالم رو اینجور تصور کرد که خدا اون کسی است که این عالم رو پوکش کرد، این اول یک انرژی وارد این عالم کرد که حرکت کنه. همین حرکت هایی که ماه و ستاره و خورشید و در اصل این حرکت ها این پدیده‌های دیگه به وجود میان. پس خدا یعنی کسی که عالم رو پوک کرده، دیگه بعضشون کاری به خدا نده. اگه معدوم هم بشه علیاذ بالله ضرری به عالم نمیزنه. تو کتاب های کلامی ما هم همچی چیزی نقل شده که خدا به عنوان محدث هست دیگه، چیزی که علت محدثه دیگه علت مبقیه نمیخواد. وقتی عادت خدا ایجاد کرد دیگه احتیاج نداره برای بقایش، خودش باقی میمونه دیگه. خدا رو اینجور میشید. ما که الحمدلله هم انشاءالله عقلمون بهتر از بچه ها و صفحه ها هست، هم از نور اسلام و قرآن و حدیث و اینا استفاده کردیم، هم از کلمات بزرگان و اینها، بسیار ما خدا را به عنوان صانع میشناسیم. تو کتاب هامونم ما وقتی مدرسه میرفتیم تو شرعیاتمون با اولین مطلب اثبات صانع بود. صانع یعنی صنعتگر، کسی که موادی رو ترکیب میکنه، هیئتی درش به وجود میاره، یعنی شکل جدید. خاک را تبدیل به انسان میکنه مثلا، میسازه. اما به عنوان اینکه چیزی را از عدم به وجود بیاره، هیچی نباشه به خدا ایجاد کنه، یعنی نمیتونیم تصور کنیم. خدا خلق هم که میکنه، حالا یه وقت دارید مفهوم شد کامل تر کردیم، به جای صانع میگیم خالق. خدا کسی که عالم را آفریده. یعنی چه آفریده؟ یعنی همین که گلها را آفریده، دانه ها را، حیوانات را. چطور آفریده؟ خب اخه از خاک بوده دیگه، شده خاک بوده، یه چیزی بوده، خدا آفریدهش یعنی تغییری درش ایجاد کرده. حد اکثر یه روحی درش دمیده، اونوش که جوندار هست. اما اینکه فرض کنیم هیچی نبوده و خدا با اراده خودش عالم را به حس آورده، این نمیتونیم تصور کنیم. مگه براهین خیلی قویی اقامه بشه به عمر بزرگان توضیح بدن عالم ممکن الوجود و واجب الوجود و نمیدونم چی و از این حرفا، و به زحمت بتونیم بگیم که نه، بیش از این از مسئله رابطه خدا با عالم. میخوام عرض بکنم که ما معنایی که از خدا داریم یا شناختی که از خدا داریم بسیار متفاوت، عرض عریضی داریم. بعضی مراتبش هست که بعضی اشخاص بیش از این نمیتونن ببرن. خب نباید اونا رو خیلی بفهمی، ولی یه مقداریش هست که آدم میفهمه. بالاخره ما و شما فهمیدیم که خدا تنها این کاره نیست که حرکت در عالم ایجاد کنه یا تغییرات ایجاد کنه، صنع داشته باشه، فقط صانع باشه. نه، خالق هست، آفریدگار از عدم هست، خلق از نیستی به هستی میکنه، اونم نه با زحمت و با اسباب و این حرفا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اینا به برکت قرآن و حدیث و بیانات اهل بیت و اینا رو فهمیدیم. اما حالا راستی با اینا خدا رو شناختیم چه جوری؟ آیا بیش از این نمیشه خدا رو شناخت؟ یعنی خدا که میگیم یعنی اون کسی که عالم را آفریده. شما ها میدونید همه تون این اندازه با منطق آشنا هستید، این مفهوم مفهوم کلی است. کسی که عالم را آفریده، الذی یخلق العالم یا الخالق، این مفهوم کلی است. باید با یه برهان دیگری اثبات کنیم که یکی بیشتر نداریم. نتیجه زمیمه کردن اون برهان هم این میشه که کلی منصر در فرد، نتیجهش این میشه عمقش. ولی بالاخره که درک مفهوم کلی است. و
آیا بیش از این نمیشه خدا را شناخت؟ چقدر میشه خدا را شناخت تو این حرفا؟ کار آسونی نیست. منم خواستم برای فرصتی پیش آمده یه اشاره عرض کنم از انوار کلمات اهل بیت، یک شوکی در ما به وجود بیاد که خیال نکنیم این شناخت و این معرفت و این درس هایی که میخونیم یا اونچه با همین فهم ظاهریمون از روایات و آیات و اینا استفاده میکنیم این همینه دیگه، بیش از این نمیشه عقل بشر یا فهم ما یا بیش از عقل راه دیگری برای معرفت خدا نیست دیگه، این آخرش همین. گاهی هم برای کسانی که همچه گرایشی دارن که شاید اگر من بدبین نباشم خیلی، این ناشی از این رو تنبلیست، یعنی کسانی حوصله ندارن که دیگه بیشتر عقلشون رو به کار بگیرن تحقیق کنن و خود دیگه خدا رو شناختیم دیگه. استناد میکنن به همین جمله‌ای که تو همین مناجات اومدی که راه معرفت خودت را عجز از معرفت قرار دادی. میگم ما اگه بخوام خدا رو بشناسیم باید بگیم همین که ما نمیتونیم بشناسیمت همین. من خواستم به شما عرض بکنم در جلسه قبل اشاره کردم، گفتم این روایتی از امام صادق تو تحف الوغول نقل شده، گفتم بعضی از عباراتش براتون بخونم این حدیث را، ما توجه پیدا بکنیم به این که ائمه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین از دوستانشون چه انتظاری دارن درباره خداشناسی. خیال نکنیم اونا فقط همین میگن که همین الفاظی که اومده تعبدن اینها را بیان کنید و دیگه بیش از این هم نمیرسه و راه معرفت هم همینه، برای اینکه ادعای خشک و خالی نباشه که انتظار اهل بیت بیش از این هست و اونا راهی را برای ما قرار دادن که بتونیم سطح معرفت اونا بیاریم بالاتر. اجازه بدید یه قسمتی از این روایت را بخونم. یه صلوات برسید. میدونید کتاب تحف الوغول بخش بندیش بر اثر حضرات معصومین هست، بخش اولش درباره پیغمبر اکرم، درباره امیرالمومنین، سایر ائمه تا به آخر. البته اولش مواعظ پیغمبر و اکرم درباره مچه از اون حضرت نقل کرده، انتخاب کرده ایشون روایات پیغمبر اکرم در بخش اول، بعدش همینطور به ترتیب تا یک بخشش مانده روایاتی است که از امام صادق صلوات الله علیه نقل کرد. همه اون چه از صادق نقل کرده در یک جا بود. در میان این روایات یک روایاتی است که عنوانش خیلی به این معنا نمیخوره، کلام او علیه السلام فی وصف المحبه عنوانش است، ولی فی وصف محبت اهل البیت. در این روایت بیان شده که دوستان اهل بیت چجوری هن، چند دسته هن. حالا بخوام همه شو بکنم خیلی طولانی میشه. داست روایت از صدیر سیرویز، پدر حناد بن صدیر که از روایت معروف در فقه هست، ایشون میگه من در خدمت امام صادق صلوات الله علیه بودم، شخصی آمد گفت من از دوستان شما هستم. حضرت فرمودند، من خلاصه شد، فرمودند تو از کدوم دسته از دوستان ما هستی؟ این سکوت کرد. من پرسیدم که آقا مگه دوستان شما چند دسته هم؟ قال صدیر کم محبوکم یا ابن رسول الله؟ فقال الا ثلاث طبقات، دوستان ما سه دسته. یه دسته هم ما را در ظاهر دوست می‌دارند و اظهار می‌کنند محبتشون رو، به هم در دل. یه دسته فقط به زبان می‌آورند ولی در دل محبتی رو ما ندارند. و یه دسته در دل محبت دارند اما اظهار نمی‌کنند.
هر کدوم ویژگی هایی داره. اونهایی که هم در دل محبت ما را دارن و هم در ظاهر بیان می کنن، اینها دارای کمالات چنین و چنانی هستند. خدا به واسطه اینها بلاها را از مردم روی زمین رفع می کنه، دعاها را به برکت اونها مستجاب می کنه. چنین و چنان از اینها عالی ترین همون نمط الاعلا. اینا را که حضرت فرمود، اون شخصی که گفت من از محبین شما هستم، گفت من از همین هست که هم شما را در سر و در باطن دوست دارم، هم در ظاهر. حضرت فرمود اینا یک علاماتی دارن، تو ببین علاماتشون داری یا نه، که ادعا میکنه از محبین ما هستی، هم در سر هم در علانیه، یه علاماتی دارین. ان المحب فی السر والعلانیه لمحبینا فی السر والعلانیه علامات یعرفون بها. فقال الرجل و ما تلک العلامات، علامت اون کسانی که شما را هم در باطن هم در ظاهر دوست میدن علامتش چیه؟ قال علیه السلام تلک خلالا، این علامات چند چیز. اولها انهم عرفوا التوحید حق معرفته. اولین علامت دوستان خالص ما که هم در سر و هم در آشکار ما را دوست دارند، دوستان واقعی ما هستند، اولش اینه که توحید را خوب شناختند. عرفوا التوحید حق معرفته و احکم و علم توحیده، علم توحید را کاملا محکم و متقن آموخته. بعد ذالک بل ایمان بعد ذالک به ماهوه و ماهوه صفته، بعد از اینکه خوب توحید را شناختند و خدا را اونطور که باید بشناسند شناختند، بعد ایمان آوردن هم به ذات خدا هم به صفات خدا. ثم علموا حدود الايمان و حقائقه و شروطه و تأویله. اون دوستان واقعی ما ایمان را همینجوری سرسری نیاموختن، حقائقش را آموختن، حدودش را آموختن، شرایطش را آموختن. صدیر میگه آه یعنی رسول الله، من تا حالا نشنیده بودم شما اینجوری ایمان را تعریف کنید. این خیلی عجیبی، شما بیان تازهی است از شما میشنم، خیلی سختگیری میکنید. خلاصه خب این فرمایشتان رو توضیح بدید، منظورتون چیه؟ قال صدیق یبن رسول الله ما سمعتو که تصف الایمان به حاضر صفه، من نشنیده بودم شما اینجوری تعریف کنید ایمان را. قال نعم یا صدیق. قال یبن رسول الله این رأیت ان تفسر ما قلت، اگه سلامی دونید توضیح بدید که این فرموش که فرمودید این تفسیرش چیه، اختبار ما توضیح بدید بفهمید. حضرت شروع فرمودن به این که این که گفتم خدا را کاملا بشناسن، توحید کامل داشته باشند، به خاطر اینه که مردم خدا را چند جور میشناسن. کسانی که میگن خدا را عبادت میکنیم همه یه جور نیستن، بعضی در دل خودشون یک توهماتی می کنن و در واقع همین اوهام خودشون رو می پرستن. این یه نوع شرک. من زعم انه یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک. بعضی هستن اسم را پرستش می کنن، الله رحمان این اسم ها رو اینا رو پرست. خب اینم که پیداست اینا که خدا نیستند، اینا که ساخته انسانه، الفاظ و اینا خدا نیست، مخلوقه. اینم که درست نیست. بعضی ها هم صفت را می پرستند هم موصوف را، میگن خدا را و خالق را، الله را و خالق را. پس دو تا خدا قائل است، اینکه صفت غیر از ذاته.
من زعم انه یعبد بس بس بله زعم انه یعبد الاسم و المعنا فقط جعل مع الله شریکن. این حالا صدیر نشسته داره اینا رو گوش میکنه، هی تعجبش افزوده میشه، این مطالب چیه؟ مطالب نشنیده بودیم، این چجور میشه؟ پس چی بگیم؟ چیکار کنیم؟ من زعم انه یعبد الصفت و الموصوف فقط ابطل التوحید لان الصفت غیر الموصوف. یه هم صفت رو پرستش میکنم هم موصوف رو، خب پس صفت غیر از موصوف رو، پس دو تا معبود داریم، پس این توحید نشد. اون که گفتن دوستان ما باید توحید رو خوب بشناسن به خاطر اینه که این شناختشون اینجوری ها نباشه. با چه جور باشی؟ قیل له فکیف سبیل التوحید قال باب البحث ممکن و طلب المخرج موجود، ان معرفت عین الشاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. حالا به یه توضیح مختصری بدم، عبارت ها هم پیچیده هست، یک شرحی هم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بیان فرمودند که در ذیل همین حدیث چاپ شده تو این چاپ، کسایی که حوصله داشته باشن مراجعه بفرمایند، فهمش خیلی آسون نیست. حضرت میفرماید که ما یه وقت یه چیز حاضری را میشناسیم، میخوام یه چیزی که حاضر هست حضوراً بشناسیمش. این نمیایم بگیم اوصافش چیه، از راه صفت بشناسیم. من این رو که وقت دارم میبینمش الان بخوام بشناسمش، مثلا آدم بچه خودش رو، این نمیاد بگه بچه من رو میشناسم از اینکه رنگش اینجور هست، وزنش اینقدر هست، قدش اینقدر هست، موهاش اینجوره، این رو میشناسمش. اینجا اول ذات رو میشناسم بعد میرم سراغ صفات. معرفت عین شاهد قبل صفته. اگه یه چیزی حاضر هست شاهد هست، یعنی حضور داره، غایب نیست. اگه اینا من بخوام بشناسم، این نمیام بگم این صفاتش چیه، اول برم سراغ صفاتش بعد بگم اون صفات بر این شخص منطبق میشه. اونی که شاهد هست خودش رو میشناسم. بخوام برای دیگری تعریف کنم میگم اون وقت این صفات رو داره، که برای اون میشه غایب. اما اگه یه چیز غایبه میخوام بشناسمش، پلمن نیست، باش سر نمیبینمش، درکش نمی کنم، بخوام بشناسم یک کسی شما ندیدید، میخوام تعریف کنید، میرم فلان کسی رو که اسمش بر آنجا اومده این کیه چجوره، پس به یکی از علما بزرگان که شما ندیدید میخوام تعریف کنم بشناسید شما اینا. خودش که حاضر نیست که بشناسیدش، اینه ناچار بود اول صفاتش رو بشناسید. دوستان واقعی ما اونن که خدا را به صورت شاهد میشناسن، معرفتشون شاهدانه هست نه غایبانه. وقتی با خدا سخن میگن جوری حالشون که کنه و خدا رو میبینن دارن با شرط میزنن، نمیگن ای کسی که عالم را آفریدی، حالا یه مفهومی تو ذهن، یه نوع شناختیست که خدا رو حاضر میبینه، احتیاج نداره بکس با صفات بشنسه. اما دیگران که اینجور معرفتشون به این حد نرسیدی، اون دوستان کامل مونا، اونایی که اینجور نیستن خب اونا با صفات بشنسه. این معناش اینه که یک درکیست غایبانه. بعد حالا بحث ادامه داره، منظورم اینه که از اینجا ما بفهمیم اولا یه جور معرفت دیگری هست غیر از اون چیزهایی که با این مفاهیم کلی و ذهنی پیدا میشی.
یه جوریست که خدای متعال یه نوری به آدم میده که انهو آدم خدا را حضوراً میبینه، مییابه. ادراک تعبیر فرموده، نه معرفت. البته با چشم نیست، با حواس نیست، خدا جسم نیست که بشه با دست لمسش کنند یا با چشم ببینند، اما یه جوری حالی برای آدم پیدا میشه که قایم میشه قابل وصف نیست. بعدش آدم متوجه میشه که انهو خدا پردوش حاضر بود داشت میزیدش با صحبت میگه. بعد که حکایت میکنه از اون حالش اینجور گفته میشه، ولی اون وقت توجه نداشت اصلا به چیز دیگه. از ما میخواند که اول توحید را کامل کنیم، برسیم به اینکه خدا را اینجوری بشناسیم، نه اینکه با یه مفاهیم کلی بگیم یه کسی هست که عالم را آفریده و اول دعا میکنیم بگیم ای کسی که عالم را آفریده ای، که نه هیچ رابطه ما نداریم باش. این جور رو نمیپسندن. حالا اگه کسی غیر از این نتونه، مثل همون کسایی هست که خدا رو به صورت نور درک میکنن، غیر از این نمیتونه، خب نمیتونن، معذور. اما اینا نشانه اینه که خدا به آدمیزاد یه راهی داده که میتونه اگر بخواد. اگه همت داشته باشی میتونه جزء کسانی بشه که محبین اهل بیت فی السر و العلانیه هستن و اونا کسانی هستن که علم توحید رو اول کامل کردن و بر اساس چنین معرفتی ایمان به خدا آوردن و اون وقت بعدش مسائل دیگه ای را، حدود ایمان را شناختن، شرایطش را، حقایقش را الی آخر. اجمالا این را من گفتم که خیال نکنیم همین فقط الفاظی تعبدی باید بگیم ولو معناش نفهمیم، یا معنای یک صفتی را بفهمیم خود مصداقش را نیابیم، باش سر و کار پیدا نکنیم، راهی نداشته باشیم. اینجور نیست. در جلسه قبلم اشاره کردم به اون داستان میثاق و عالم زر و این حرفا، که اون یک معرفتی است که به شخص خدا پیدا شده نه به مفهوم. اون روایتش رو ملاحظه بفرمایید، میگه اگر نبود تعبیر نست که خدا خودش را به بندگانش نشان داد، اراهم نفسه بود، ولو لازالک اونا حجت داشتن میگفتن ما که نمیدونستیم، نشناختیم. خب گفتیم اونی که عالم را آفریده خب این فلان بود یا فلان کس. انتقول یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، برای اینکه نتونید بگید ما غفلت داشتیم، خودش را بهتون نشون داد، منم. تو این روایت هم زیرش داره که این دوستان ما که خدا را میشناسن مثل برادران یوسف هستند که خودش را با خودش شناختند، گفتند انک لانت یوسف، قال انا یوسف. حضرت میفرماید تو همه چیز را با خدا میشناسی، نه خدا را با خودش میشناسی، همه چیز دیگه هم را با خدا میشناسی. تو همین روایتی، یعنی آدمیزاد میتونه اینجوری بشه که نه تنها خدا را با خودش میشناسه، خدا خودش باش میگه من خدا هست، البته نه با این زبون و اینجوری، اما اونچنان آشکار درک میکنه ارتباطش با خدا که نه اون مثل اینه که یوسف میگه انا یوسف، میگه انک لانت یوسف، قال انا یوسف. میگه عرفه به نفسه. توی دعای ابو حمزه میخونیم بک عرفتک، بک عرفت و انت دللتنی علی و لولا انت لم ادری ما انت. اصلا معرفت حقیقی اینه، اونا معرفت صفات هست، اونا مفاهیم صفات. اون چه با براهین عقلی اثبات میشه، چون کتاب های فلسفه و کلام و جاهای دیگر این حرف ها، آخرش اصلا مفاهیمی
اونی که از ما میخواه اینه که دل با خدا ارتباط داشته باشه، با خود خدا، نه با مفاهیم. و این کار شدنیست، از ما میخوان اینجوری بشیم. یعنی اگه تو از دوستان واقعی ما هستیم، یکی از علامتاش اینه. اگه اینا نداری ادعا نکن که من از محب نیمن محبی کن فسر و علانیه. این مقام خیلی بالاییست. کسانی که چنین محبتی به ما داشته باشن مایه برکت عالم هستن، دیگران به واسطه اونا آمرزیده میشن، به واسطه اونا روزی داده میشن، دعا به وسیله اونا مستجاب میشن. پس از ما خواستن که به این پایه از معرفت اکتفا نکنیم، سعی کنیم بالاتر. حالا چه کار باید بکنیم؟ راهی هم غیر از اطاعت خدا و پیغمبر نداریم. حالا بر مقام بحثش نیستم، من با فشار آوردن به ذهن پیدا نمیشه. آدم باید با خدا آشتی کنه، از خدا بخواد خدایا خودت بده این نور، والا تا با خدا قهریم و با دیگران آشتی هستیم، اینجور معرفتی نسبت به خدا پیدا نمیشه. ما تسلیم شد بنده هرچی تو این، و خدای نور را در دل انسان قرار میده. حالا میخواستم بحث‌های دیگری را مطرح کنم ولی مقدمه طولانی شد. این بحث‌ها واقعا جای دیگه هم ما که توفیق نداریم مطرح کنیم، نه توفیق، بله توفیق بحثش به هر حال نداریم جای دیگه. اینه که این فرصت و غنیمت شمرده، ما اینا را عرض کردم. انشالله که خدا ما را مؤاخذه نکنه به واسطه چیزی که اهلش نیستیم بگیم، به شما توفیق بده که اون معرفتی که لایق محبین واقعی اهل بیت هست نسبت به خدای متعال همه ما پیدا کنیم. شما و السلام علیکم و رحمت الله.